سلام و عرض تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی. از آنجا که این فستیوال ارزشمند نوروزی بیشتر بر اساس موسیقی، رقص و آواز بنا شده و بیانگر بخش‌هایی از فرهنگ و هنر ایران هست، از من هم خواستند به عنوان یک اهل سینما در ارتباط با موسیقی و سینما صحبت کوتاهی با شما داشته باشم. و من هم فکر کردم در این مجال کوتاه به یکی از ژانرهای گمشده سینمای ایران، یعنی سینمای موزیکال، اشاره بکنم. اساساً پدیده فیلم موزیکال در آمریکا به وجود آمد و با اینکه دامنه ظهورش تا اروپا پیش رفت، اما هنوز هم بهترین آثار موزیکال در این کشور ساخته میشه و به این کشور اختصاص داره. اما با نگاهی کوتاه به فرهنگ و ادبیات و هنرهای نمایشی کهن ایران، به سادگی میتوان دریافت که سینمای موزیکال ایران میتوانست بیش از آنچه که هست و فراتر از مرزهاش و چشمگیرتر باشه. چرا که فرهنگ سنتی و کهن ما، چه در جنبه دینی و چه در ابعاد ملی، آکنده از مایه‌های موسیقیایی، کلام موسیقیایی و ریتم، تعزیه و دیگر هنرهای نمایشی فولکلور ما مثل خیمه شب‌بازی، تئاترهای روحوزی و نقالی، همگی به نوعی موزیکال محسوب میشن. ما در متون ادبیمون هم شاهکارهایی داریم مثل شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا، دیوان حافظ و هفت پیکر نظامی که همگی دارای یک ساختار ریتمیک و موسیقیایی و آهنگ در کلام هستند. اما وجود آواز و موسیقی به تنهایی نمیتونه یک فیلم رو موزیکال قلمداد کنه، چرا که یکی از مشخصه های فیلم موزیکال حضور مؤثر موسیقی در ساختار و روایت فیلم هستش. با این توصیفی که کردم، باید اشاره کنم که انبوه فیلم هایی که در سینمای قبل از انقلاب موسوم به فیلم فارسی تولید شد و پر بود از ترانه، رقص و آواز، اینها رو هم نمیتوانیم همگی و سینمای موزیکال بگیم، چرا که دارای مشخصه ها نبودن. از معدود فیلم هایی که در سینمای قبل از انقلاب تونستن به این مشخصه های سینمای موزیکال نزدیک بشن، میتونم از آثاری مثل حسن کچل و بابا شمل، هر دو ساخته زنده‌یاد علی حاتمی، نام ببرم. در سینمای بعد از انقلاب هم با تمام شرایط محدود و سختی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فیلم هایی بودند که از زوایای مختلف تونستن به این مشخصه های موزیکال نزدیک بشن. و برای نمونه میتوانم در ژانر عروسکی از فیلم های مثل شهر موشها، کلاه قرمزی، گربه آوازخوان و گلنار اسم ببرم، و در سینمای غیر عروسکی میتونم از فیلم های مثل خواهران غریب، مکس و دلشدگان اشاره بکنم. در آخر برای یک نتیجه گیری باید به این نکته اشاره کنم که سینما ایران میتونه با استفاده از جذابیت های فیلم موزیکال، ادبیات فولکلور و فرهنگ غنی خودش رو نه تنها در ایران بلکه فراتر از مرزهای خودش به نسل‌های دیگه منتقل بکنه و از فراموش شدن اونها جلوگیری کنه. در آخر با احترام به تمام هنرمندانی که برای سینمای موزیکال ایران زحمت کشیدن، با نمایش یک ویدیوی خیلی کوتاه، میخوام این ویدیوی کوتاه رو تقدیم کنم به ایرانی ترین فیلمساز تاریخ سینما ایران، زنده یاد علی الهاد.
چه ها خوشید خانوم، آفتاب کن، یه مش برنج تو آب کن.